به نام خدا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون توتی، باز هم به برنامه توتی باز فصل دوم خوش آمدید. در این برنامه هنرمند سرشناس را از دنیای موسیقی با خود دارم. هوادارانش او را دریای بزرگ میگویند، اما به قول هجران بابا دریا است. کسایی که عاشقش است ایشان را دریای عشقی میگویند، با وجودی که بسیار توبه کرده بودند، اما ما عاجزانه از پیششان خواهش کردیم که بیاین و در برنامه ما باشند. بله بیننده های عزیز، مهمان من فرهاد دریا است. دریا صاحب عزیز سلام، خوش آمدین. و علیکم، شما خوش باشین، جور باشین، سلامت باشین، توتی بالهایش باز و گسترده باشه، توتی دوستا هم برایشان سلام برسه و باغشان گرم و تازه. در 3 سال گذشته شما کجا بودین؟ دور از رسانه‌ها، دور از مردم و عمه نگرانتان بودن. 3 سال تمام من غایب بودم. انسان‌هایی که هدف دارن، یعنی در زندگی هدف معلوم و هویدا و کلان دارن، اینا هر از گاه استاد میشن، توقف میکنن یا به اصطلاح پارک میکنن یک جای و میبینن که دیروز چی انجام دادن، چی کردن، چی به دست آوردن، کدام حد از اهدافشان برآورده شده، چی کم بوده است، چی زیاد است، چی باید اصلاح شوه، چی علاوه شوه، چی تغییر کنم. من همین کار کردم. من 3 سال تمام پارک کردم و در این پارک زندگی را که زندگی هدفمند است بر من، مثل دول عرد داره انداختم و این را سر و زیر کردم، به اصطلاح سر و خشره کردم. خیلی چیزها را در زندگی خود تغییر دادم، خیلی چیزها را در زندگی تازه فرا گرفتم، ارزش های نو فرا گرفتم. بعضی ارزش هایی که در زندگی من جالب نبود، بازدارنده بود، اونا را من رخصت کردم و عادات تازه فرا گرفتم، یاد گرفتم، عادات که اذیت کننده و بازدارنده بود در زندگی و مانع رسیدن به اهدافم میشد، اینا را کنار گذاشتم، ترک کردم. خود از این به اصطلاح پروسه است که زمان میگیره، وقت میگیره و او وقت گرفت. 3 سال تمام من در این کار بودم، به اصطلاح زندگی را لمس کردم، حس کردم و از نو آغازش کردم. سوال اینجا پیدا میشه دریا صاحب عزیز که چی باعث شد که همچی کار را بکنیم؟ آها. در مورد توبه هنوز چیزی نگویم، با توبه کردن یک زمان باقی مانده. چشم، نه توبه با این مسئله ارتباط نداره. توبه یک جنون دیگه هست که با سرش گپ میزنیم. چه چیز باعث شد؟ گاهی در زندگی حوادث اتفاق میفته که همه چیز اینجا میرسه. اون زمان است که اگر آدم متوجه باشه، هوشیار باشه، از ای استفاده خوب و مثبت میکنه در زندگی، یعنی زندگی را باب دل و آرزوهای خود میسازه، تغییر میده. کسایی که باز متوجه نیستن وقتی زندگی اینجا برسه ترک میکنن، میفتن، از تلاش میمانن، ولی یک چیز در زندگی من، زندگی شخصی منه، بیرون زندگی شخصیم، شکر الحمدلله زندگی خانوادگی شخصی من خیلی نظر نشق در یک جای در چوب بزنم، اینه در چوب، اینه اینه در چوب، در چوب خشک زدم من، اینی هم چوب بستم، نه در اون زنی که الو طرف نفته توتی باز. خلاصه که چنان چیز باعث شد که من بیستم ببینم که چی چیزهای در زندگی من افتاد و شکست و ریخ، چی چیزهای مرا به موفقیت ها رساند تا از او بیاموزم. درس گرفتم، 3 سال که گذشت درس های تمام زندگی خودم از سر تکرار کردم. به این معنا خالص که شما از زندگی لبریز شده باشین و یا شده بودین؟ نازنین، دعا میکنم هر انسان از زندگی لبریز شوه. میفهمین؟ لبریز شدن به معنی مثبت است. اصلا من لبریز شدن به نظر من معنی منفی نداره. آدم پر از زندگی باشه، پر از هیجان زندگی باشه، پر از عشق باشه، پر از گفتنی باشه، باغ شوه، نه سر شانهاش تو تیگه کا پرورز کنه. متوجه هستین؟
همون ستارگکایی که بل 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 میکنه اون تو دیگکای آرزوهاش بپره. مگه مو خود در حالت می باشه که در دیوال بخورین و متکلیت هم در جای بفته و بازی باز در زمین هم معمولا ما در کارتونی ها همون رقم دیدیم دیگه دیگه ما او رو به شرخی بردن گفتم. اما سه سال همون تک تجربه بر ما بود بر شما بود بله یعنی شکر الحمدلله ولی کاملا محکم استوار با اراده پر انرژی از گذشته. بله ما از سه سال که گذشته تا به حال چی تفاوت‌ها را باید حس بکنیم؟ مال یکی از عادت‌های نوم است که دوست دارم با کار خود نشان بدم. کمتر حرف بزنم، کار کنم، بیشتر کار کنم، 10 برابر بیشتر از قبل کار کنم و نشان بدم. بینندای عزیز، بیاییم که در مورد یک جنجال بسیار 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 بزرگ صحبت بکنیم که در این روزا واقعا بسیار گرم است. همه در موردش فکر میکنه که چرا هنرمند نام‌آور، صاحب نام، بزرگ توبه کرد. هر کس به نوع به شکل خود تعبیر کرد و این هنرمند عزیز که شما را میلیون ها نفر کارهایتان را تعقیب میکنه، الگویشان هستین و واقعا چهره بسیار اثرگذار هستین. پیش از اینکه دگام جنجال بخیزه، کشت و خون شوه، یک چهار نفر خدای ناخواسته شهید و زخمی داشته باشیم، امیر بگوین که چی گفت بود، امیر راز افشا بکنیم. بینیدای عزیز خوب متوجه باشید. توبه یا توبه تنها تعبیر و معنی دینی و مذهبی نداره و تنها به معنی ندامت و پشیمانی از گناه یا برگشت از گناه نیست، بلکه به گاهی به مفهوم دلتنگ شدن، دلخور شدن از یک حالت، یک پدیده و یا یک حادثه هم گفته میشه، به کار میره. هر انسان در زندگی مرتکب گناه میشه و اگر نیاز به توبه داشته باشه، او فقط در برابر پروردگار، در برابر او یگانه که حساب میگیره ازش، توبه یا توبه میکنه. نه به صورت نمایشی در برابر رسانه ها و صرف برای کمویی کردن شهرت. بله، ما به انسان به عنوان یک انسان در زندگی معلوم دار، دانسته یا ندانسته گناه کردیم. ما انسان هستیم و الهی شکر هزاران بار شکر که انسان هستیم و استعداد گناه کردن داریم. همین گناه کردن است که از ما انسان ساخته. ما حق کسی نخوردیم، بازار تعصب قومی و زبانی را گرم و چاق نکردیم، دل انسان دردمند و نیازمند و ضعیف و آزرده و نشکستاندیم، آدم نکشتیم، دزدی نکردیم، مرد خدا خیانت نکردیم که توبه کنم. پس این توبه شما به خاطر چی بود؟ ما شاید یک صحنه بسیار خطرناک و به نوعی وحشتناک بودیم، گویا که خدای نخواسته شما از موسیقی خداحافظی کردین و همون گناه بزرگ شما است. نازنین، او توبه یا او توبه ما از موسیقی نبود، این خبر خوش باشین براتان دقیق تر بگویم. روز روی استیج ستاره افغان چه اتفاق افتاد؟ وقت روی استیج ستاره افغان امانت و تحفه هنرمنداره به استاد گلزمان اهدا میکردم، برای یک لحظه کوتاه به چشمای او مرد بزرگ، مرد مهربان دیدم و ناگهان کوهی از درد روی شانه هایم ریخت. درد احتیاج گلزمان، درد احتیاج گلزمان ها، درد بی‌عدالتی ها، تعصبات زبانی و قومی، درد بی‌عاطفگی، درد تجاوزهای جنسی در حریم خانه خدا و در مکاتب برای کودکای بالای کودکای 5 و 10 ساله، درد خونریزی های بی‌مفهوم، درد فقر استخوان‌سوز حاکم در جامعه افغانی، درد نابرابری ها، درد شهوترانی ها به نام موسیقی و هنر، درد استفاده سو از کتاب خدا و نام خدا و از دین و مذهب و اسلام، درد حیرانی و سردرگمی روشنفکرا، درد سنگسار شدنها و گوش و بینی بریدنها، درد بی‌ارزش شدن حیات و زندگی. راستی روزگار عجیب است و دلم است بگویم که
کشور عجیب است. در میان این همه گناهان کبیره و جنایات بزرگ، کسی جرأت نمیکنه از جنایتکارهای واقعی توبه توقع کنه. اما باز خوب مفتکر یاد دارن چطور گریبان هنرمند بگیرن و مجبورش کنن که از کار شریف خود، از هنر شریف خود توبه کنن. در طول چند روز اخیر سمیر عزیز ما تبصرهای عجیب و غریب و تبصرهای حتی شاخدار ما از 400 میشنوم. با این که میتونستم توسط نشر یک پست خیلی ساده و عادی و شرح دهنده از طریق فیسبوک خود عاجل سوء تفاهم حل کنم، اما وقتی این نوع عکس العمل ها را دیدم دلم شد که ببینم آخر این کار کجا میکشه. دقیقاً توبه مثل یک آینه در برابر شما و برابر میلیون ها تن قرار گرفت و چندین گروه و چندین جماعت و چندین قشر در ای آینه نمودار کرد و اینا خود در ای آینه دیدن. اگر کسی حوصله کنه و هزاران هزار کامنت و صحبت هایی را که حرف ها و گفتنی هایی را که در مورد توبه در رسانه های اجتماعی نشر شد بخونه، بخش عظیم از روانشناسی یک ملت از درونی کامنت ها پیدا میکنه. بعد از گرم شدن هنگامه توبه، یک دفعه ناگهان جماعت نوقدر کلان که دیروز، اینمی دیروز مرا و همقطارهای مرا ملحد و کافر و دشمن خدا و رسول عنوان میکردن، نام میدادن، یک دفعه دست به دعا و ثنا بلند کردن و از ما یک قهرمان ساختن. خداوند امورم بود تیششان دستا داد. جان برادر، ما هرگز نمیخوایم قهرمان پوکانایی و پلاستیکی باشم. ما در کنار دیگه هنرمندا همیشه یکی از هنرمندایی بودیم که به لطف حق، به لطف او یگانه، مقام هنرمند موسیقی در افغانستان از به اصطلاح سازنده و دم تا سفیر حسن نیت سازمان ملل و سفیر صلح تغییر دادم، عنایت پروردگار است. پس ما شروع باید از هنرمند بودن توبه کنم. من افتخار میکنم. بسیار عالی. ما در لابلای حرفای شما برداشتم این بود که اشاره شما بیشتر به علمای دین بود و یا کسایی که روحانی هستند و یا کسایی که منتظر از این بودن که شما همی کاری که میکنین و موسیقی را که پیش میبرین گناه عظیم را انجام میتین. در طول عمر کاریتان آیا شما با مشکل داشتین با علمای دین؟ ما به عالمان دین قلبا احترام میگذارم، صادقانه احترام میگذارم، به اونا که به او جماعت که واقعا عالم دین هستن نه ظالم دین عزت قائل هستم و برایشان میبالم و فخر میکنم. خوشبختانه هرگز به هیچ علتی به هیچ دلیلی در برابر همدیگه قرار نگرفته. یک جامعه این توجه کنه، یک جامعه به او اندازه که به دین نیاز داره همونقدر به هنر هم ضرورت داره. کاربرد دین و کاربرد هنر از همدیگه خیلی تفاوت داره و هرگز نمیتونن که اینا جای همدیگه رو بگیرن، جای همدیگه رو پر کنن. همونقدر که دین در نفس خود، در بطن خود زیبا هست، و مو پیمانه هنر و خاص هنر موسیقی هم در نفس خود زیبا هست و برعکس همون که ممکن است از هنر استفاده سو شود، از موسیقی موسیقی بسازند و حتی یک فرهنگ هم مسخره کنند، و مو پیمانه میتونند به سادگی و ممکن است خیلی به آسانی از دین اتو یک خنجر بسازن که در گلو یک جامعه، در گلو یک زندگی فرو بره. و امروز جهان و خاص افغانستان سالهاست شاهد هر دو صورتش است. اما این هرگز به این معنی نیست که مثلا موسیقی منبع فساد و فحشا باشه و یا مثلا دین خدای ناخواسته بازدارنده زندگی باشه. ما هر دویش هم موسیقی را و هم دین زیبا میافم، هر دویش ضرورت یک جامعه میدانم، به شرطی که از نوع سالمش باشه نه از نوع ظالمش و رفیق زندگی انسان
و وسیله بالندگی و رستگاری باشه، نه وسیله برای شهوتگرایی و یا خنجر در گلوی زندگی. خیلی خیلی جدی و در نهایت صداقت میخوایم بگویم که من از این صحبت ها به هیچ وجه در مقابله و مقایسه قرار دادن موسیقی با دین نیستم. هرگز. کسایی که یا به اشتباه و یا قصدن عمدن کوشش میکنن بحث مرا و این و بحث ها را نه تنها از ما بلکه از دیگر هم کج ببرن و یا هر حکایت را با دین به نحو ربط بتن، ایشان بدون شک میگم که نیت زشت دارن و کوشش میکنن بین هنرمندان و عالمان دین فاصله و معزله ایجاد کنن، معزله خلق کنن و یا به اصطلاح آب یا آو تفاهم میان انسان ها را به اصطلاح خط میکنن و ازش ماهی میگیرن. در یاس به عزیز طور شما همی لحظه صحبت میکنیم که ما بخیم سوال های ما زیادم رفت، یک رقم بسیار تحت تاثیر تان آمدیم، اما واقعا صادقانه بگیم که خوشم می به می شکلی که صحبت میکنین. پس بر ما بگوین که موسیقی بر شما یعنی چی معنا؟ موسیقی افتخار ما هست، نه گناه ما. من در کمال سربلندی با موسیقی خود حشر میشم. ما با موسیقی خود به انسان محبت دادیم، امید بخشیدیم و وظیفه شهروندی و بندگی خود توسط همین هنر شریف و خدمات بشری انجام دادیم، ادا کردیم. 40 سال تمام با این که من 32 سال هستم، 40 سال تمام با افتخار خواندم و اگر نصیب بود 40 سال دیگه هم خود خواندم و همه تو مدام افتخار خود کردم. با جرأت و صراحت به خواهران و برادرانی که تفرقه مندازن یا به اصطلاح تفرقه انداز هستن، یک جماعت خیلی اندک هستن اینا، خطاب میکنم که لطفاً با قضاوت کردن در اعمال انسانها در کار پروردگار مداخله نکنید. ما را به ایمان و باورهای دیگرها غرض نیست. بهتر است پیش از این که کردار دیگرها را نظارت کنیم، متوجه اعمال خودشم، متوجه خودشم، سر در گریبان خود پایین کنیم. هر انسان پاسخگوی عمل خود است، پاسخگوی کردار خود است. به اصطلاح قدیم میگن که بز از پای خود و گوسفند از پای خود آونگانی آویزان است. عیسی به دین خیش، موسی به دین خیش. ما به صراحت میگم که عاشق او یگانه هستم، عاشق حق هستم، عاشق پروردگار. دلتان به هر نام به هر نام یادش میکنین، جهان بزرگ است، کسی گاد میگه، کسی بگوان میگه، کسی حق میگه، کسی پروردگار میگه، کسی خدا میگه، کسی یونیورس میگه، به هر نامی که میگذارین او یکی هست. من یگانه میگم، من عاشق او یگانه هستم و یقین دارم که او نیز مرا دوست داره. اگه تو نیست پس بیاین حساب کنیم، پس چرا اتو اقبال نصیبی ما کده که مدام مورد محبت و اعتماد میلیون ها بندهش قرار گرفتیم؟ استعداد ما، قابلیت های ما کم از زیاد از هرچی هست، همه از عنایات حق است، از عنایات او یگانه است. او یگانه تحفه بد بر انسان نمیده، هرچی بر انسان میده خوب است، زیبا است و ما سخت عاشق او یگانه هستم. زندگی را دوست دارم، انسان را دوست دارم، عاشق انسان هستم، عشق را دوست دارم، موسیقی را دوست دارم، شوخی و رقص و بازی و تفریح را دوست دارم و اونا را ابتدایی ترین حق بشر می دانم. و تا کنون هر چی کردیم، هر چی انجام دادیم، هر چی که بودیم، هر کسی بودیم، بهش افتخار میکنم. من اقرار میکنم و با بلندی میگم که من همیشه مؤمن بودیم و همیشه مؤمن خواهد ماند. بیاین از خود نعوذ بالله خداهای زمینی و خداهای جدید نسازیم، بر اعمال دیگر قضاوت نکنیم و حکم نرانیم. بهتر است در کار و در وظیفه و در مسئولیت‌های انسانی خود باشیم. جانب در چی پریشان توبه فرهاد دریا هستی؟ پریشان حقیقت زندگی خود باش.
بسیار عالی. دل ما جمع شد، خاطر ما جمع شد، میلیون ها نفر که منتظر بودن موسیقی موسیقی موسیقی. شما از موسیقی توبه نکردین عزیزا. امیدوار هستیم که هزار سال دیگه در یاسب عزیز با خود داشته باشیم، عمرشان طولانی باشد تا بتانند بر ما و شما هنرنمایی بکنن و اینمه تو بشاش ببینیم شانا. پس در لابلای صحبتهایتان در یاسب عزیز از کسایی یاد کردیم که اونا به نوع خواستن خودشان قاضی شوند و شما را توقع داشتن که از کار موسیقی که شما در زندگیتان است توبه بکشین. اونا را شما چی میگین؟ علمای دین خود نقش و کار خود دارن. اول خو یک چیز به صراحت بازم به تکرار میگم، خیلی از نگاه من مهم است، عفو میخوام اگه بر شما تکرار باشه یا بر شما تکرار باشه. موسیقی ما اینجاست، باورهای دینی و مذهبی و هر چیزی که شما نام میگذارین، عنوان میگذارین، اینجا هست. اینا هر دوش در زندگیه که خیلی چیزها درش جای میشه وجود دارن. یکیش جای و دیگهش تنگ نمیکنه. آیا میفهمین یک جامعه در چی حالته، در چی شرایطه برای توبه هنرمند آماده میباشه؟ و یا ای که مثلا چرا اکثر مردم فکر میکنند که توبه فرهاد دریا باعث یکی از فعالترین هنرمندا حتما باید توبه از آوازخوانی باشه، از هنر باشه و یا ترک موسیقی باشه؟ بیاین یک کم تاریخ ورق میزنیم، به عقب میریم و چرا میگیم، چرا مثلا کسی از احمد ظاهر زندیات که من عاشق کارهایش هستم نخواست که توبه کنه؟ و یا مثلا نخواست از استاد سراهنگ بزرگ و از ساربان با هنر توقع توبه نداشت، در حالی که برعکس از فرهاد دریا میخواین او از موسیقی توبه کنن و تصور میکنن که باید از موسیقی توبه کنن. تفاوت در احمد ظاهرها، ظاهر هویداها، استاد سراهنگ ها و فرهاد دریاها و هنرمندان دیگه نیست، تفاوت در زمان است. دیروز زندگی و اذهان اکثریت مردم در جامعه به قدر امروز پر از تعصب و تحجر نبود. متاسفانه امروز تعصب و تحجر و عقبگرایی در افغانستان معاصر سخت بیداد میکنه. در آخرین تحلیل آرزو دارم بگویم که توبه ما از موسیقی و به خاطر ترک موسیقی نبود اندیوال، توبه ما برعکس به علت هجوم خشونت، نفرت، تفرقه، نبود عشق و مهربانی و عاطفه در میان مردم، در میان بنده های خداست که آدم مثل مرا، مثل فرهاد دریار سخت مشغول خود ساخته و پریشان ساخته. برای که کارتان آسان‌تر شود، لطفاً توبه مرا با مفهوم شعر مولانا که روی استیج ستاره افغان اجرا کردم، اگر یادتان باشه، به او ربط بدین. اوی که میگفت بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. انسان قدر یک دیگر بدانه، اولاد قدر والدین بدانه، شهروند قدر رهبر را که برش خدمت کنه بدانه و رهبر قدر مردم را که برش رای میتن بدانه، سرباز قدر همسنگری را که شانه به شانهش خون خود میرزانه میجنگه بدانه، جوان قدر پیر با دانش و با تجربه را بدانه، رفیق قدر رفیق، هنرمند قدر هنرمند همکار خود و هنرمند همگلوی خود بدانه، تازه‌کاران قدر پیشکسوتان بدانه، همسر قدر همسر بدانه و در نهایت ما همه قدر زندگی را بدانیم، قدر زندگی که فقط یک بار به انسان داده میشه. شما زنده باشید. ما مطمئنن که قدر شما را میدانیم. علاقمندایتان، مردم افغانستان در سراسر جهان، نه تنها افغانای نازنین، همگی قدر شما را میدانند. در این هیچ جای شک وجود ندارم و ما میخوایم پیام برسانم بر عزیزایی که دفعتا خواستن قضاوت بکنن و
برنامه را آماده کردن، کلپ های را آماده کردن، ویدیو های را آماده کردن و از خود خواستن قضاوت بکنن، منتظر از این نشستن که بدانن که چرا فراد دریا توبه کرده. با او عزیزا میخوایم ای پایما برسانم که در هر کار عجله فکر میکنم کار خوب نیسته، باید منتظر میماندیم که میدانستیم از خودشان بدانیم. اما حال خوب شد، مطمئن شدیم، دل ما جمع شد، خدا را فضل کرد، یک ده نان خو خیرات میکنم سرتا. امورا بیست بساز این قربان بیست گشنه است من. بسیار جای خوشی است که شما را بر همهش داریم، خداوند یک تار مویتانم کم نکنه. گرچه یک مقدارش کم شده میگم خیره. نیا مایی که کار است، مهم است، واست. بشک، این خوب است، نظرشناس. قربان شما، زنده باشین. و هموطنان عزیز، بیننده های گرامی، در پهلوی از این که دریا صاحب عزیز توبه نکردن بلکه تعهدهای بسیار خوب را در اواخر همراه ما با خصوص تلویزیون توتی اینا انجام دادن و قرار است که با هم ما مشترکاً کار بکنیم، میشه کوتا بر بیننده ها در مورد از اون معلومات بتین که بخیر در سال 2020 چی برنامه ای را در نظر است؟ البته ضرورت نیست که بسیار در موردش مفصل صحبت بکنین، اما قدر کمی دلش را نو کنین که فایده میکنه. 20 دفعه گفتم که سال 2020 سال بسیار عشقی است، سال اندیوالی های نو است، سال موج های نو است، سال دریاگری های نو است. بخیر، برنامه های خیلی کلان و خیلی بیشتر از سال های اخیری که کمکار شده بودم دارم، از جمله نه تنها با یک تلویزیون و دو تلویزیون و ده تلویزیون که چون فعلا با توتی خوش زبان هستیم، توتی خوشگوی هستیم، ما با توتی هم همکاری های دارم، با توتی بقربقوی خوب دارم انشالله. ولی کلش افشا نکنیم ده که ما شماست. حتی ما چندین سال پیش روی هم برنامه های مشترک داریم. بخیر که عزیزان خوبانه که ما شما رو میبینن آستاستا اندفعه نه بازی تیز تیز میبینن. در گذشته ما همیشه آستاستا شور میخوردم، حال بعد از این تیز تیز شور میخوردم. بله بیننده های عزیز، وعده ما رو باید داشته باشین که بعد از این بیشتر و بیشتر ما با هم یک جای کار میکنیم و امیدوار هستیم که امو توقعی که شما از دریای بزرگ دارین او را ما در پهلوی اینا بتانیم بر شما برآورده بسازیم. خب توبه خو شد، اما به این معنا نیست که شما توبه کجیزه باشین و باز از محکمه ما خلاص شوین. محکمه هنوز هم از با جای خود. شما ماندن والا نیستین؟ به هیچ صورت ماندن والا نیستیم و به هر حالتی که قربان، اگر فهم رسانه های اجتماعی رو ببینین صدها و هزارها صفحه و صحبت و گپ اینا برامد، من کسی ملامت نمی کنم. این به این معنی است که جامعه گره خورده با هنر، با سرنوشت هنر، با سرنوشت خدمتگاران خود. از این خودر برایشان جالب نیست که ایتوی گپ ناگاهان از زیر زمین برایه و شرحنا شده بانه، از این خودر یا فراهمان شد. این قدر است که حال باز مقصد اونا هم مرا محکمه کردن که الان ببینیم که نه، از ما محکمه معادلانه است. هموطنان عزیز، بیننده های گرامی، در این بخش از برنامه وقفه کوتاه میگیریم. بخش دوم برنامه گیم و یا بازی جالب است، اما بخش سوم برنامه این جانب قاضی سمیر در خدمت من خواهد. هنردوستان عزیز، هموطنان گرامی، علاقمندان برنامه توتی باز، بازم خوش آمدید. مهمان من جای نرفتن، تال هستن امرای من. مهمان من کسی هست که با قطره از باران آغاز کرد، به دریا مبدل شد و آله به بحر. مطمئن استم که اگر کسای کمیل آمدن برنامه رو سعی بکنن میشناسن که کی رو میگم. ما یک دریا داریم، او هم دریا صاحب بزرگ. سلامت باشین، سلامت باشین. توبه خوشت، اما این مانا نمیده که شما از محکمه ما خلاص میشین. محکمه ما هست، او خوب بعدن میایه. یک محکمه عادلانه خوب هست، باور کنین هر کسی که دیده از امروهای دور گفته که امو کمایک های تا اشتکاره که نواز بیتن امو رقم. خدا کنه، به هر صورت خدا از محکمه وجدان نجات بدم، از محکمه تو دیوز نمیترسم.
ما یکقدر آمادگی را گرفتیم، یکقدر سوال ها را یک پنج شش نفر تنها شیشتن گفتن که یکانه وقت است که اینمی حاله دیگر میتونی نمی هر چقدر که کفت داشته باشین، هر چقدر که بخواین که دیگر سوال پیج بکنین در یاسه به this is the time. بسم الله. دیگه خدا کنه که محکمه ما سرانجامش بر شما خوشایند. ما خدای سه سال بازوارم قوی کردیم، فکرت باشه قربان که باز نوبتش میرسه. اونجا ما فکر میکنم که جوابایتان بسیار نقش مهم داره. اگر گپ فیزیکی کشید ما خود دروازه را دیدیم اما تراحت مگریزه میچه کار نیست. ولی انشاءالله اونجا نمیرسه کن. مطمئن هستم اگر یک دو بوکس هم بزنید ما نیروی دیگر هم بر شما پیش میکنم. خواهش میکنم. بیننده های عزیز، دوستداران گرامی، در این بخش از برنامه پیش از اینکه به بخش بعدی که محکمه است و یا سشن دیگه بریم، اینجا ما یک بازی تفریحی داریم که تا به حال در مورد از این ما هم و یا عکسار با خود دریاس عزیز شریک نساختیم. مطمئن هستم که تو سپرایز میشن و در این اکس ها شما یا گوش میبینین یا بینیره یا چشمه یا مویای جولیده را یک رقم عجیب و غریب میبینین هر کسا و شما بر روی اسکرین و یا تلویزیون اینجا میبینین و میگوین که در اولین نگاهی که میبینین این گوش یا بینی یا چشم از کی خواهد باشه. چشم ما بسیار کوشش کردیم که مردمایی باشه که شما یک کمک با بسیار مشکل جواب بدین، چون میفهمیم که یک فرد عادی نیستین. مطمئن هستم که بسیار برتون شاید ساده باشه. پس بیاین بینید آی عزیز که اولین عکس ببینیم. بسم الله. مقصد عکس خودم نباشه؟ نه خیر. آدم شناس هستم مگم بینی شناس نیستم. اگر از لب پیش برین چطور است؟ او برادر من من این مرد خدا رو میشناسم. این مایکل نیست؟ کدام مایکل؟ اگر مایکل خب همسایه ما هست. نه من همسایه شما کار ندارم. نه این مرد احتمال زیاد داره، این مطمئن هستم. از اینجا بینیش میشناسم، از لبش و از مویایش. یک چند صدگان برتان میتیم امیر یک بار دیگان فکر کنم. نه هیچ بدون شک. ما یکی از عاشقای این مرد هست، مایکل جکسون باید باشه. یک چیز بسیار افسوس میخورم در زندگی که تا وقتی که این مرد از دنیا رفت ما قدر علاقه مندش نبودم. او شهرتش باعث شده بود که ما بهش نپردازم. ولی حیف که ما مدت زیاد بهش اگر این راستی بچه همسایی ما برای بازم هم اینگه پارا میزنین؟ این خواهلا خانوز ندیده شما قضاوت کردین. ما فکر میکنم که یک رقم تو معلوم شد که مرغ ما یک لنگ داره. والله که غیر از مایکل جکسون کسی دیگه باشه. مطمئن هستی؟ سالای اولش باید باشه، نه سالای آخرش. وازش کو قربان، وازش کو پرتو که بیاین بینید آی عزیز ببینیم بیا که چی وضعیت است. دقیقا مسئله اولش است. مگم یک گپ دیگر هم باید قبول بکنیم که همیز ظالم هایی که همکاری میکنن در برنامه همراه ما بسیار واضح نبود هم لبدان؟ والا نه راست شبه بگیم من برتان جدی میگم اوقدر نبود برزی که مایکل که یا مایکل جکسون که مردم زیادتر به خاطر دارن سالهای اخیرش بود نه این سالهایش، چون آخرین تصاویر در ذهن انسان میمانه چیزایی که اول میبینن و قدر نه. پس از این معلوم میشه که شما قسمی که خودتان گفتین علاقمند مایکل جکسون هستید. بله. در کارهای هنریتان اگر کوتاه بگین چقدر از مایکل جکسون الهام گرفتین؟ نمیگم تقلید یا پیروی، الهام گرفتین؟ الهام نگرفتیم. یک چیز بسیار تصادف هست یا هر چیزی که هست، مایکل از جمله هنرمندای به طور مثال مثل الویس پرسلی نیست. الویس مثلا بیشتر یک پکیج نبود، بیشتر صدا بود، نه؟ کل دقتش، فوکسش و همو استعداد، بخش اعظم استعداد سر صدا و سر گلوش بود. مایکل یک بسته کلانتر است، یک پکیج، یعنی یک بسته است، یک پکیج است. تالنتش، استعدادش تنها آوازش نبود، خیلی چیزهای دیگر را داشت که ما کار خود زندگی خود بسیار به بسته که مایکل داره مشابه میبینم تا مثلا به الویس. پس اگر شما را مایکل جکسون افغانستان بگیم؟ چرا، من نام دارم عزیزی، من فرهاد هستم. خرد یا کلان، خوب خراب، عشقی نا عشقی، من بر حد دریا.
این گپ ما عزیزا بر کسایی بودن که در پس پرده و یا در محافل شخصی گویا میخواستن که بگوین که فرهاد دریا مایکل جکسون افغانستان است. شما باور بکنین که حضور اینا، بودن اینا در افغانستان بر ما هزاران چند بهترتر و خوبتر است از مایکل جکسون کرده. سلامت باشین. مرد عادی نبود. مرد عادی نبود. انسان عادی نبود. پس یکی رخ شما برنده شدین، یک پوینت بر شما میشه و روسیه مبارکتان باشه. امیدوار هستم که عزیزای دیگه که بیننده ما هستن و میبینن ایره احساس نکنن و قضاوت نکنن که بسیار هم تا لغمه تیار ما برشان آماده کردیم و فقط دیدن وقتی که یک چیز ما فهمیده باشم چرا فکر میکنین که آسان است؟ نه ما نمیخوایم فکر کنین که من هوشیار بودم بدر آی کیو عادی ندارم. دقیقه بدون شک. مگه ما اونم فکرم ما نمیخوایم که داشته باشن. خب بیاین که ببینیم عکس دومیره که کجایش مبرای گوشش، بینیش، لبش. یک چشمه است. پارتیم سعی کنین؟ بله سعی کنین. سعی کنین. یک چشمه است. طرف تانم سایل داره؟ بالا کلا نیست، لونگیست بالا. او کلا شاید باشه از استایل های نو است. نه 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 با لونگی های سیاه، اگه ما همه تا یک لونگی نیزدیم در کانسرت تانم همه تا یک لونگی رو زده بودیم، پای های تانم لچ هم رای کوبای درست؟ پای لچ و کوبای، نه خوب یک هدف داشت، یک در اون مزور آل دورف نمیرم. مگم بعدا رو باور کردن گفتن که بود یا بسیار قیمت بوده نتانستین میخواد؟ نه من منتظر بودم که بعد از توتی صاحبی بود شام. شما خبر شدیم که بود توفا میتین برای پایلوشا به اون خاطر چی فکر میکنین؟ یه چهره بسیار با چهره سیاسی میمانه. چرا برای که چهره سیاسی اکثرا ابروهای خود نمیچینن؟ عینک لنگی او 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 ای آقای حکمتیار نیست؟ فکر نکنم، ما باور کنیم. نه نه نه، مویای ماش و برنج، عینک، ابروهای پرپشت، اینی قسمت ادامه، باید ادامه ریش باشه. از این تنها شقیقه نیست، این پایین به شکلی است که باید ریش باشه. از این آدم میتونه حدس بزنه که ایشان هستن. یک نفر دوم اگر بگین که اگه او نباشه یک از دیگه. من خودت خوشبهات نداره که ما بگویم، خیر خود ریش داری. مایگان و خلونگی میزنم دیگه. خب خیر بازم. خب. نه من از گپ خود نمیگردم. نه راسته یک بار خیر اشتباه میکنین که برنامه ما جالب شد. خب باش تو قربان راست راستا مهم جانش. خب عزیزا بچه مولا کفان بگویم بگویم سید بگویم خودش هم است آقای گلبدین حکمتیار یکی از چهرهای مطرح سیاسی افغانستان. بعضی چهره هاست که آدم در خواب در بیداری میبینه. از ترس خانه میگین؟ از ترس شما بگم، من از انسان ترس ندارم، من از خدا ترس دارم. به صورت که گناه کنم و اشتباه کنم، در غیر صورت ایشان هم چهرش هر روز اخبار رو نیوز دیده میشه یا مثلا مایکل عزیز هر روز آدم میبینه. این چهره آدم خطا نمیخورست بشدم. آقای گلبدین حکمتیار اگر قرار است که انتخابات خوب برگزار شده، مطمئن هستم که رایشان هم به او شکل که توقع داشتن نبوده، اما اگر فکر بکنید که رئیس جمهور افغانستان شوند، شما افغانستان چیگونه میبینید؟ و یک گپ دیگر رو ما میخوایم در مورد ایشان بگیم که در یکی از برنامه خانم نغمه، هنرمند بسیار خوب ما، ازشان پرسان کردن که در زمان حکومتداری زینا آیا برشان اجازه خواهد داده شد که آواز بخوانن یا نه؟ آه رو دیدم ملک. اما اینا گفتن که بجای آوازخوانی شاید به سنگر بفرستیم شما را. شما به سنگر خواهد رفتین یا آوازخوانی را خواهد ادامه دادین؟ مربوط به ایست که کدام سنگر است. اگه سنگر سنگر زندگی و سنگر عشق باشه، ما سرباز اولش خود بودم. ما در او سنگر هستم، هر روز هستم. زیادتر بحث های سیاسی نمیکنیم، بیاین که قربان صحبت های توتیوار داشته باشیم. اگر به سنگر خود اینا شما رو دعوت کنن؟ چرا سنگر ایشان؟ من سنگر خود هستم. سنگر ایشان به خودشان میخوانه، سنگر ما به خودم میخوانه. ما راه های
مختلف داره. دلشان هر کس کارشان باشه. هر کس کارشان. هموطنان عزیز بیاین که عکس بعدی رو ببینیم دیگه. از ما خواهم قدر سوالا بودی که چیزی حاصل نشدشت. یک دو عکس دیگه مونده. یک عکس میبینیم بازی باز خلاص. بیاین. این چشما را برکی. هستک؟ آه بله بیاین سایرش کنیم. جای مویس. ماشه برینج است. جوان نیست. بعد ماشای فیلم ایندی واره سو برادر. آوه. از بخاطر کبروهشان تند و قار است. امو خاطر؟ یا. جوان خوب جوان مال میشه مگم بدماش است خوب؟ نه راستی؟ مگم در این عکس خوب بسیار یک حالت غمگین گرفتن. چطور؟ چی اسم میتبر شما؟ بدماش وقتایی است که لحظه بدماش است که بچه فیلم دختر فیلم برد بدماش تنها هند اونو وقتی جگرخونی از این خاطر است. وقت وقت پریشانی است. چی فکر میکنین به فکرتان که خاتمات؟ چشمای دید آقا بسه آشنا مال میشه مگه من چی فکر میکنم نمیفهمش اینا تا حال توبه نکردن خب؟ بله یک کمک ما بر شما بود خب اینه ما توبه کردیم شما خب حال توبه تان دوام داره روبه داری اصد بدیس نه نه والله این اصد ما اصد آقا خود اندیوال هم میشنم این اینجا متوجه اینجی شدم وقتی که تو حالت داشته باش اصد آقا والله این غیر اصد کس دیگه باشه وازش کو برادر وازش کو وازش کو آوش بیشک بیشک والا باشی شما بد نیستم با قرآن نه باور کن که ثابت شد اما بر شما پشت دست واو واقعا بسیار عزیز اندیوال بسیار خوب است از ما در باران سالها بارینیم با هم بعد باز نمیشه که تو یک شخص نشناسم یک کم دیگه آخر بر ما تو اطلاعات ما از طریق اف بی آی اطلاعات مخفی سیاهی هم برتان اطلاع داده امی کل شبکه های ما فعال است باز اینا اطلاع دادن که گویا آقای اسد بعدی از شما که یکی از هنرمندان بسیار خوب ما هستن سلام ما برشان برسه در هر جایی که هستن آزرده خاطر به نظر می رسن از من؟ با می صحبت ها و گپ های آخری که شما داشتین در یکی از برنامه به ارتباط باران اینا؟ باران و از هم پاشیدنش بند چیزی که اتفاق افتاده بود آدم قصه کنه خوب با ما تعلق نداشت من فقط چشم دید خود قصه کردم ایشان هم شاهد بوده دیگه بچه های باران هم شاهد من چیز مخالف شخصیت بدی عزیز نگفتم فقط حقیقت گفتم و هنوز هم به مو استوار هستیم من مرغ ما یک لنگ دارم بسیار عالی بیان که عکس بعدی رو ببینیم بسم الله حالا یک لب دهن بسیار آمد؟ زیبا آمده از یه چروی نگیرین این قسمتش آشناست مقصد سلطان جان هم در نظر گرفته جواب بتین نه سلطان جان به ایشان شباهت نداره نه هدف بایست که ما بادا که گپایی که بگین کدام راز رو افشا بکنم باز من رو مجبور نکنم نام همسایی تا پرزن کنم حالا نشناختم یک بار دیگه هم فوکس کنم. مایتر است که بسیار بچه شرمندو کسیم خانم ها را زیاد سهل نمی کنم. چشمک این پایان است. کسایی که من از دوری و پانتون می شناسن می گفت چه قسم را می گرید سرت پایان زمین هم ببینیم که درخت بخورید، دیوال بخورید، موتر بخورید توجه نمی کنید. بچه ها را که می دیدم با سایم تو شیر رو بالا دخترها با سر پایان. خیلی لقب دریای عشقی را از کجا گرفتین شما؟ خب کل از عشق است نه؟ امی که تیرتان آوردین عشق است؟ بچه ای خوش خست نه؟ یکان نمیتا با از برای دور یکان نازا و نه تو خب آزاده مخفی سهل میکنن اما خودش خبر نشه نه فقط خود خدا میفهم ما میفهم یکان سهل نمیتا کهی باز مگم سر پایان نه ولی نشناخت چرا دروغ بگویم برتان کمک میشیم هنرمند است سیاست مدار نیست
نه سیاست مدار خواهی صورت نیست و یکی از هنرمندهای بسیار خوب ما هستند و معمولا ما از اکثر هنرمنده ها بخاطر آوازشان تعریفشان شنیدیم دیگه از خانواده هنری هم هستند اینی میتونه که بسیار برتان کمک شد خانمه یک از خانواده هنری از خانواده آقای زلاند اگر باشن؟ نه یک کم دیگه هم برتان کمک میشم مادر ایشان یکی از امو دوست و عزیزترین هایتان هستن او آفرین خانه آباد این در نقل رسیم ایشان بسیار دوست دارم شبانه است این شبانه جان عزیز است اینی را دیگه گیم باخته نمیزه در کل نه. والا خانه بازم در نقل گرفتم نه؟ آه نه نه در او نخواه گفتم خواه برم بازم بعد نبودم آه نه بسیار خوبشت من این نازنین را بسیار دوست دارم گفته شما خانوادهشان خیلی خانواده با هنر است مادرکشان مدرمند بسیار بزرگ پدرشان هم سخت دوست داشتن احترام میگذاشتن و خودم از این هم دوست دارم به خاطر خودشان دوستشان داره نه ای که از یک خانواده اونه نه نه خاطر خودشان شخص خودشان آواز خودشان زحمتی که سر آواز اینای خود کشیدن قرارم بود که من در قسمت یکی دو آهنگ امراشان همکاری هم کنم و یک همه کسبش ما تال خورد ولی وعدیم سر جایش است پس دیگه منتظر ایره نیمه نیمه بردم نیمه باختم ایره دیگه 50-50% ما ایره ما زیادتر شما بردم خب خیر ما چون اکثر ما هم نایده بودم وقتی که دیدم شناختم اما بر صورت واقعا هنرمند بسیار خوبی هستن بازم سلام ما برشان برسه و ایره نیمچه شما برنده شدین برو بازم خریمت است بیاین که عکس آخر برنامه رو ببینیم بعد از این البته آخر برنامه دمی بخش عکس نو نیست عکس قدیمی است ای از آیفون ضعیف استفاده شده خب آیفون 11 نیست آیفون 11 پرو ارسلان جان نیست خب که هر دقیقه در روی مامور هم میکشه ما خبر شدیم که دوتی تلفون های مفت میتر کسایی که مصاحبه میکنن از ما هست بشید؟ گیم ها که ببرین حالا شما گیم براد از این که کمتر باختر هستین ستقید شما باش تو بوش ها نمیده بیا هم یک رقم باران بازی برست اگه من اینا شاید که باران نباشد چی باشن الماسک و اینا باران الماسک هم داشت خب و ایده هست و ای جان صابری پردش بکشیش قربان و ای جان هست نیست باور کنید هست و این دفعه سپیش یکی از امسایه دیگه ما هستم شما بایدر یک مایکل بود خلاشت پرتو خب. پرتو که آقا غیر او بیشک بیشک آو بیشک بیشک نه خب ما گفتم یا خو اندیوالای قدیم یارای قدیم آدم از پیش هم مثل نمیشه نه با همی اندیوالتان آخرین تماسه که داشتین چی وقت بود؟ در افغانستان بود در هر جایی که بود آخرین تماس شما 50 سال 40 سال 100 60 سال 50 سال خانشت ما عمر ما از 32 سال بالاتر نیست صدقه شما من نو سر جوانی آمدیم در ما فکر میکنم آخرین تماس ما در کابل بانک بود امرایش اردوی ما به دیدن یک دوست آمده بودیم 2000 و من نمیفهم 2000 چند بود هیچ یادم نیست ولی بعد از اون دار از دور ما رابطه داشتیم ولی از نزدیک بس فرصت او خود از جای دیگه زندگی میکنم از جای دیگه زندگی میکنم بله یگانه امکانه که ما با هم ببینیم است که ما در افغانستان باشیم یعنی تماس وجود داشته بله. و کدام راز نبوده که حال باز افشا بکنیم راز چی میبرد ما چه محمد خبر شدیم میگن که کدام راز هست باز کسی حال شما مشور بخیرین خفگی می کشین که کی فلانی کد فلانی خفاس کلانی فلانی کد فلانی تار داره خدا ای آدایا مار داره برادر باز خو عجل نگرفتید که حالا باز قصه جور کنی که یک کتیکی خوب است کی کتیکی خراب است کتیکی دشمن است کسی کی دوست است برادر نه با ما سکو انسان ها هر قدر که به هم دیگه نزدیک باشن محبت یا قربت بینشان زیادتر باشه اونو بقیه یک
خوشی یک می باشه، یک روز دیگر خونی یک می باشه، یک روز بدر آزردگی می باشه، یک روز ساد شانتیر می باشه. قصه ها مثل زندگی ادامه داره. این مرد خدا من دیوال بسیار خوب هست، هم بوده و هم هست. ما شش تا برخواست بسیار زیاد داشتیم. ممکن است جای ما کار کرده باشم که موافق مذاقش نباشه، از ما زرده باشه. ممکن است ایشان کار کرده باشن که عین حادثه پس یک گپ خاطمن بوده یا به خاطر نداره منظور باز نام همسایه پرسان میکنم. نه نه مایکل خدا بیا مرزش فوت کرده می آخره. نه 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 زندگی است عزیز، من دوستش دارم و در مورد کلان و بسیار مطرح است. اگه اونا شما رو دوست نداشته باشن باز چی؟ خیره دلشان خیره دل دریا همه قدر بزرگ است؟ والا خدا کنه. نه 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 من واقعا دل کلان دارم، دل بزرگ دارم. یکی از چیزایی که من در زندگی یاد گرفتم و باش کلان شدم ایست که از هیچ کس توقعی نداشته باشم. ما عادت کردیم که انجام بدم پس بازگشت را توقع نمیکنم، بدون ارتباط به ای یا به او. عمومی اینم طور هستم. بسیار عالی، تشکر. شما رسما گیم باختین، مبارکتان باشه. از چی باختم برادر؟ یک دو نفر نشناختیم. یک نفر نمیشه نشناختیم. یک چند تا ما بر شما نقل دادم. چی قربان؟ یک خانم شبانه را نقل دادین و عاجل ما پیدا کردیم. باقی کل شما گفت. دیگه کی بود؟ یک عکس خودم انداختی که برادر وقت ما پسند میاد. اما با امیر قبول کن که باخته مختار ما کام توفا نداره. خیانت نکن، ما توفی تا کار ندارم. تو هم ولی لقبش لقبش پرت و پرمان ما در علقت میکشم. بازور بیننده عزیز، ما به ترس لرز اینا را برنده اعلان میکنم در این بخش از برنامه. اما پسان باز ما شما گپ میزنم. پسان جدیتر و پسان به شکل که دستپای شاید بلرزه محکمه میشه آقای فراد دریا و منتظرش باشیم در این بخش از برنامه. وقفه کوتاه میگیم. بیننده های عزیز تلویزیون جهانی توتی و علاقمندان برنامه توتی باز، بازم خوش آمدید و بخش محکمه است و خوشبختانه بگم، بدبختانه بگم، متاسفانه بگم امروز بزرگ مرد موسیقی افغانستان اینجا محکمه می شود. پیش از اینکه دریا صاحب سرطان فشار به زوف کنین و محکمه ما به تعویق بیفته، بر اولین بار مطمئن هستم که به محکمه یا به همچی یک محکمه ظاهر شدین، درست است؟ به همچی محکمه بله. یعنی پیش دیگه خود محکمه نشدیم؟ نه 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 الحمدلله نشدیم. منتها یک مطلع قدیمی است میگن که دوز که نپوشی از این پاچه هم هم نترس. یعنی هیچ احساس ترس نداره؟ اینجا قاضی صاحب استاد است، شما به این بزرگی ما را صاحب هیچ در نظر نمیدید؟ قاضی صاحب استاد قید شام شما به سند قاضیگری تو را از خیار از این پاکستان خود نگرفتید؟ از همون ساختگی ها چونه است؟ از قصه خانی که بدگنی؟ بازار قصه خانی هم جد؟ قصه خانی پشاور نه، خدا نکنه که مثل یگان وکیل و وزیره که اسناد ساختگی جور میکنه، اسناد تحصیلی ساختگی، از شما ساختگی باشه. امیدوارم که بعد از برنامه ما نشان بدین. از ما به خیز سرتیفای شدگی مطمئنا حیثیت جهانی را داره. خب یک چیز براتون، هیچ چیزی که ما شما شروع کنیم کار محکمه را، اگر شما اینقدر مسلکی و آگاه و حرفه‌ای و پروفشنال هستین، در بخش های پیشتر که توجه کرده باشین، توجه کردین زمین یک فرش داشت یا روی زمین یک فرش آور بود که یک پوست حیوان بود، نه؟ بله. آیا شما به عنوان یک قاضی از حقوق حمایت از حیوانات خبر دارین؟ او را مراعات میکنین؟ ما می کسی که مو شما که حیوان کشتین نمایش بعد از شما محکمه میشه، مطمئنا بعد از شما محکمه میشه. مقصد فکر ما فکر میکنم شاید ساختگیش بوده که خیلی قیمتی. نه نه اصلی معلومه، اصلی معلومه. خورو نجان من نزن، ما وقت رو امتحان کردم. ما میفهمیم که محکمه در پیش است، ما وقت امو شواهد و یای خود اسناد خود جمع کردیم. دریا صاحب ما چون از قاضی هستم که باید بچش میخواد ببینم و لمس کنم، پسان رو بعد از برنامه ببینم. باز برنامه بعدی
پرودیسر برنامه را تهیه کننده برنامه را محکمه عالی عالی بیاین خواهی که محکمه را به شکل رسمی شروع بکنیم درست است؟ بسم الله شما بعد از ما تکرار بکنیم و دستتان هم میشه که بالا همچون دست ما بگیریم چپا یا راست یا اردوشه؟ در کدام شما خوب هستیم قسم بکنم فکرم از داری دست راست میشنه؟ والا کدام شما قلب نزدیکتر هست هم دست راستان خوب هستیم تا خوب معلوم میشن یه انگوشتر هم دارد بالبالی هم بکنم بالبالی هم با ترتیب ما شما میتونه که تکرار بکنیم بله ما فرهاد دریا ما فرهاد دریا هنرمند صاحب نام هنرمند تعهد میسپارم تعهد میسپارم هر آن چیزی که در محکمه توتی باز میگویم هر آن چیزی که در محکمه توتی باز میگویم دور از حقیقت نمی باشد دور از حقیقت نمی باشد و عادل و صادق می باشد و عادل و صادق می باشد شما زنده باشید محکمه به شکل رسمی آغاز شد بسم الله بالای شما اتهام است که شما مغرورترین هنرمند افغانستان هستیم بدون خود هیچ کس دیگر در نظر نمی گیریم و با اصطلاح عام هیچ کس دیگر در نظرتان نمی گیریم قاضی صاحب میگه پیشت بشینو بریشت بکنم میگه کسی که گپ دیگرها را بر تو میاره به این معنی که خودش هم عقیده را داره خواهش میکنم شما نمیتونین از قاضی سوال بکنین تنها میتونین که شما... از خود دفاع بکنین و جواب نه 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 من از اون متهمین نیستم قربان سپس بیم سپس اول صد قیل شما همین ترازویت سه که طرف راست پایین است این ترازو ترازویت عدالت صحیح ندار کمره را پرتین قربان دوستا صحیح کنین طرف این طرف چپش پایین است و ما غرض نیست ما گفتم این از زاویه شما متهم معلوم میشه عدالت خراب هست خب پس شما با جوابتان چی میخواین بگوین؟ نازنین ما کمی خود شش دوتا هم کنم در آسمانم بزنم در زمینم بزنم اینیم چیزی که هستم نه میخوایم که بسیار شکست نفسی کنم اصلا خود شکست نفسی یک نوع ادعا است غیر مستقیم آدم ایتو ادعا میکنه از این را میخوره و نه اجازه دارم و نه در فرهنگ ما و در اخلاق ما میگنجه که غرور داشته باشم غرور بله غرور به عنوان یک انسان غرور به عنوان کسی که هستم غرور به عنوان کسی که یک ملت سرم اعتماد میکنه او غرور به خاطر خودم اون ملت دارم ولی غروری که خود از دیگرها بلند بدانم اضافه بدانم نیندی ول او باشه قاضی سر نه عفو میخوایم یکان دفعه ما خو متهم هستیم کوشش نکنیم بله کوشش نکنیم که جزای شما دو چند شوا با او اساس ما صحبت های شما را گرفتم با دفاعیتون خانه کنیم بود انشالله ما میتونم باز بعدا روی ازی فکر بکنم و یک نتیجه را به دوستا اعلان بکنم بازم سوال پس دوباره پیدا میشه وقتی که شما ادعا میکنین که مغرور نیستین و هنرمند هستین که مثل هنرمندهای دیگه مثلا کوشش میکنین که در بین مردمتان باشین اما یک تعداد از مردم باز هم بالای شما اتهام میبندن که شما از بین مردم عادی دور هستین و کوشش میکنین که همیشه جایگاهتان مشخص و خاص داشته باشه نه ای که همرنگ جماعت باشه یک هنرمند یقیناً با هنر خود در عمق جامعه است میتونست؟ میتونه در عمق خود جامعه و مردم عام باشه بله ولی ای به این معنی نیست که بتونه 24 ساعت مثلا در کوچه و بازار و مندهی اینا هم رفت و آمد داشته باشه این کار مشکل است به خاطر از اینکه وقتی که داخل یعنی اجتماعی که روزمره در شهر و بازار تا بالا میشن باشی حتی یکان نفر ممکن است که شهرت و محبوبیت تو باعث اخلال ترافیک شود باعث یک هجومک شود که در کشور مثل افغانستان به خاطر مسائل امنیتی ایجاد مشکل کنه ما نمیخوایم که هر لحظه توسط هویدا شدن یعنی در آمدن در بین کوچه و بازار اجتماع برای دیگران مشکل ایجاد کنم من با مردم هستم با انسان هستم و قلبا بهشان نزدیک هستم هنرن بهشان نزدیک هستم و ازشان
جدایی نداره، مثل گوشت و ناخون با یک دیگه هستن. گوشت و کار دارنی، گوشت و ناخون. اینجا دوباره سوال پیدا میشه، پس شما چطور از درد دل او کسایی که در کوچه و بازار دست البته با مشکلات دست پنجه نرم میکنن شما با خبر میشه؟ شما قاضی صاحب خداوند بچه شون دیدین؟ ندیدین نه؟ ولی باور دارن که هست نه؟ ما ایرا فقط سوال مرا دقیق جواب بده. بله بله بله، مگر ما میخوایم تکرار بکنم شما متهم هستین اینجا با او اساس شما. من پیشتر گفتم ما از متهمین سست و پوست نیستم. ما خواهش میکنم شما احساسات تان کنترل بکنید. نه خواهش میکنم، مرا عصبی نشدن که ما ایرا بلند نکنم. نه مرا جدا عصبی نشدن. ما گفتم که ما از متهمین یا چلوک نیستم. خو برای ما بگوین خداوند شما با چشم ندیدین یقین دارین که وجود داره؟ هست هست. اگر نه، فقط مستقیم جواب بدین. شما باور بکنید که اگر من جواب شما رو بدم مجبور میشم از متأمین دیگر بدم. اما من اما خیر باشه، فکر بکنید شما همین سوال از بیننده ها دارید و جوابش هم گرفت. چی دیره که بله، همیشه ضرور نیست برای ازی که شما یک حقیقت درک کنین برین از نزدیک رو لمس کنین، بخورین، بنوشین. بسیار ساده، شما یک کتاب هم میخوانین، نه؟ قاضی صاحب شما یک کتاب مطالعه میکنین، یک تجربه یک انسان دیگر رو میگیرین که با تمام هنر او تجربه را بازآفرینی کرده و به شما انتقال داده. اگر یک انسان تمام تجربه های زندگی خود بره از اون نزدیک لمس کنه، بر از او هزارها سال کار است که یک انسان کل زندگی را ذره به ذره و هو به هو، یک دانه به دانه، خشت به خشت بانه و تجربه کنه. جان برادر، قاضی صاحب چه قسم قاضی صاحب خواهد خودت بفهم؟ شما زنده باشین، جواب شما را گرفتیم. شما لطفا در برابر قاضی القضات صاحب اینجا کوشش بکنین که حال شما قاضی القضات هم شدین. ما خواستم بر شما فقط موقف خود را تکرار بکنم. من فکر میکنم شما سب سارنوال هستین، مگم استاسا گپ تو اند قاضی القضات هستین. گپ ما کلان شده است. فقط خوران بر ما قابل احترام هستین. بسیار زیاد تشکر و جواب شما را گرفتیم و مطمئن هستم که مردم هم جواب شما را گرفتن. تشکر از شما. باز هم بالای شما اتهام است که شما حال و احوال کسایی که در یک جمع بودین با خصوص باران که با هم باریدین از اونا بیخبر هستین و میتونم به نمونه مثال بر شما بگم از آقای مختار مجید که فعلا در بستر بیماری قرار شنیده قرار دارن. قاضی صاحب گرامی، مختار عزیز اندیوال و رفیق و یار بسیار نزدیک ما هست. ما خیلی در تماس هستیم از نزدیک، بسیار شب و روز با هم اگر نباشیم خیلی زود با هم دیگه میبینیم. خانه ما میه، خانهشان میرم، کوچه و بچه ما، خانم ما، خانم های ما با هم دیگه رفاقت و آشنایی دارن، بچه های ما اندیوال هم دیگه هستن. حتی شما چی تشکری میکنین؟ شما سوال دارین برادر، متهم قمچین بردارین. شما یک رقم گت میکنین قاضی القضات بوده نکت چیز یک گپ دیگه. وای وای خیره. ما بر علاوه که از آل هوای مختار عزیز یا به قول هویدای زنده یاد مخی، او رو مخی میگفت، دوستش داشت بسیار، یادش زنده باشه، از مخی نه تنها که دور نیستم بلکه یک سرود دوگانه هم ساختیم، بسیار ثبت هم کردیم، صوتیشه ولی تصویر هم به نزدیکی ها شده نیست و همکاری های زیاد در آینده های خیلی نزدیک با هم دیگه داریم. بسیار عالی. پس شما میگین که اتهامی که بالای شماست کاملا به اساس و رخصت دروغ است؟ رخصت این تو اتهامات پرت و قربان که تو شمال ببریش. تشکر، جواب شما را گرفتیم و دفاعیتان و باز هم بالای شما اتهام است. کدام گپ خوب قاضی صاحب، یک تعریف یک توصیف در محکمه فکر نکنم که شما تعریف شوین، به او اساس هم اتهامات ما میخواهیم که ردیابی کنیم که چقدر دقیق است، چقدر درست است یا نیست. بفرمایید. شما چند روز قبل دختر خانم را که یکی از دختر خانم های بسیار خوب و مطرح است، آریانا جان سعید را دستش را در یکی از برنامه های تلویزیون روبروی میلیون ها نفر که بیننده شما هستند شما بوسیدین و کسایی که مخالف این کار بودن و اتهام بستن و میگویند که شما بدور از فرهنگ افغانی این کار را کردین
و چطور به خود شما اجازه دادین کم چه کار کنید؟ خوب کردم که به خود اجازه دادم. برای آدم چی میگه؟ خوش میکنم شما سای پیجه. نه برای نه, نه برای باز میگم برای عصبی نسان. احترام به دیگرا، احترام به بانوان خانم ها یکی از ارزش های بلند فرهنگ است. دلتان که افغانی میگن، دلتان که افغانی نمیگن، انسان انسان است. پس کن این قاعده های زشت جغرافیا را، قاعده های سیاسی و اینا را، انسان انسان است در هر جهان، در هر کجایی که باشه. فرهنگ هایی که مربوط انسان میشه کلش به همدیگه شبیه است. من انسان احترام میکنم هر کسی که باشه. و باز گذشته از او خانم آریانا خب یک نازنین و همگلو و همکار و همگام من است، همکار من است. چرا دست نباز؟ خب تشکر از اینکه شما خواستید این مورد روشنی پرده. خب باز خب تشکر و... خود روشنی بود. آه بله بله. و این که در این لحظه من میخواییم از شما بپرسم که آیسته آیسته اتهامات زیاد شده رایست، احساس شما چی است؟ چی فکر میکنید؟ چی رقم یک جزا بر شما تعیین خواهد شد؟ و با کدام جزا؟ چون ما بسیار هم قاضی هستم که دوستتان داریم و هم قاضی سیبا هم باید ما میشنم این کدام وقت؟ چی میدین؟ ما موسیقی نمیشنم، خواهش میکنم شما نه، اگر ایتو باشه قرار من به ایتو سوال ایتو قاضی جواب نمیدم. من تنها که مخالف موسیقی باشم من براش گپ نمیزنم. من تنها که میشنم بلکه از دل جان میشنم. ای هی میری جان که پتاخه بیخه. خب چی احساس دارید؟ امید اقا اگر اتهامات بیشتر شوه شما چی فکر میکنین که چی رقم یک جزا بر شما تعیین شوه؟ شما اگر به جای ما باشین بر خود چی جزا میدین؟ من اگر به جای شما باشم بله یک سفر در یونان در کنار بحر بر فراد دریا توفه میتم میگم برو بچیش که می سوالا ایت یک اسکی جواب داد یک کمت دل ما یخ شد، دل کلگ یخ شد. اینی من تو پارتی دست بندی خانه و زندان برای چهار نفر دیگه به باید میمونم. بازم بالای شما اتهام است. در وجود شما، در داخل شما یک کاراکتر دیگه نهفته است و با مردم در رسانه ها، در اجتماع شما یک کاراکتر دیگه هستین و از خود یک کاراکتر متفاوت را ساختین و میگویم که کاراکتر خود شما و درونی شما نیست. قاضی صاحب کل سوالات و کل اتهامات یک طرف، من این سوال زنه بسیار خوش کردم، دوست دارم برای اینکه گپ دلم میبرایه، تمام چیزایی که دلم غوره کرد و غوره من اینا رو میبرایه. انسان یا بشر از زمانی که در روی زمین میه، یعنی به صورت جسم، به صورت آشکار در روی زمین میه، قبل از اینکه یعنی به اصطلاح از عدم بیه به وجود، همون لحظه که تولد میشه رول هایش شروع میشه. انسان یک عالم رول داره بدون از اینکه ساختگی کنه. مثلا یک انسان طفلی که تولد میشه در اولین قدم فقط یک چیز است، طفل مادر و پدر خود است. این اولین فرزند است که اضافه تر از این رول نداره. آهسته آهسته ای کلان میشه، مکتب میره، رفیق پیدا میکنه، در رول یک رفیق از وجود اندام میکنه. آهسته آهسته مکتب میشه همسنفی و گپا، در رول همسنفی و شاگرد، بعدا کلان میشه کار میکنه با عنوان یک کارمند یک مؤسسه. آهسته آهسته در جامعه میره و یا اگر سیاستمدار شوه یا طبیب شوه یا هر کپ موتروان شوه، دکاندار شوه، هر کار شریفی که بکنه، عروسی کنه، خانم باشه، مرد باشه، زن شوه و شوهر شوه، هر کدام از اینا رول های مختلف است که انسان به منظور ساختکاری نیه، اصلا به عنوان یک انسانی که از عدم به صورت جسم در روی زمین میه یا را بازی میکنه. ما وقتی که در برابر همسر خود هستم، در برابر سلطانه هستم، بباشین که نام سلطانه خانم در برابر قاضی صاحب میگیم، شما شاید بسیار خوشتان نبایه، مگر ما بسیار افتخار نام میگیرم. خیره چون محرم شماست، ما هیچ مشکل نداریم. بیشک اینه، خوش آمد قاضی صاحب، بسیار شما بسیار برامدین. بله سیم. لا حلولا خوش میکنم سیم، شما احساساتتان نه نه، احساسات ما قربان کنترل است. در برابر سلطانه ما شوهرش هستم. درست است که سلطانه
شاید دقیق ترین و کلان ترین شنونده ما در زندگی باشه. در عین حال مثلا من فرهاد دریا هستم برش که آواز میخوانم و در عین حال شوهرش هستم. من دو رول بهش دارم و مثلا وقتی که با هجران هستم من باز پدرش هستم. این یک رول دیگه است. در برابر اجتماع من مثلا فرهاد دریایشان هستم. همه رول ها را که از انسان گوشه بگذاری که یک چیز دیگه که بازو اصل و جوهر ذاتی خود انسان میشه که او فراتر از جسم است. فراتر از جسم است، فراتر از ذهن و اینا هست. او باز چیزیست که رول نیست. او را تو بازی نمی کنی. او جاری هست در تو. او به صورت یک انرژی در تو جاری هست و تو در ماحول جاری هستی. او بسیار فراتر از این دست و پای و چشم و گوش و بینی و احساسات و گپ و سخن است. فراتر از او هست. یعنی اگر در گوشه مرا به یک صورت میبینه، در گوشه در صورت دیگه، این بسیار طبیعی است. هر انسان هم متر از قادسه. بسیار خوب، تشکر از این که خواستین به نوع از خود دفاع بکنین. ما کوتاه میخوایم از زبان شما، از زبان خود شما میخوایم بازم بشنوم که میگین کاراکتر، شخصیت و حالتی که شما در اجتماع دارین با هیچ نوع ساختگی و یا به قول امریکایی‌ها فیک نیست. برادر، این چیزی که هستم است. یک جای مثلا در صحبت‌های توبه دیدین که من چقدر با هیجان صحبت کردم. او یک آدم دیگه بودم. حال قاضی صاحب من با کسی دیگه قسم گپ زدم. بسیار زیاد تشکر از شما. زنده باشین. فقط یک اتهام کوتاه دیگر را می‌خوایم از شما بپرسم. بعد از این باز من میتونم که قضاوت خدا اعلان بکنم که در قبال شما ما چی تصمیم میگیرم. بعضی از هنرمندا اتهام بستن و گفتن که گویا فرهاد دریا در این اواخر آمد در شبکه های اجتماعی و یا رسانه خواست که نصیحت پدرانه داشته باشه بر هنرمندای دیگر. شما راستی خواستین که با کارهای دیگرها مداخله بکنین و یا ای که گپ دل خدا برسانین؟ منظور شما از برآمد ما در روی صحنه ستاره افغان است؟ در پهلوی از او در آمدن شما در شبکه اجتماعی فیسبوک و پیام بر هنرمندا داشتین. امو پیامی که شما داشتین مشخصا هنرمندا، بعضی از هنرمندا یاد کردن. ما اگر یادتان باشه در روی استیج یا صحنه ستاره افغان با کمال اشتیاق سه نسل موسیقی را در پهلوی هم دیگه قرار دادم. نسلی که استاد گلزمان بود که اونا از ما پیشتر هستن، نسلی که خودم هستم و نسلی که بعد از ما آمدن آریانا خانم عزیز. یک نیت بسیار کلان از این داشتم. نیت باهمی، نیت همقدمی، همگامی، همگلویی و حمایت هنرمند از هنرمند، چیزی که نیاز است در جامعه و کسی متوجهش نیست. ما در جامعه افغانی عقیده داریم، اکثریت ما عقیده دارن که هر کاری که کسی نیازمند است باید دولت برش بکنه. حکومت چرا باید حکومت دولت در هر کار غرض میگیره؟ ما نمیگه عقل نمو که از زور چیزم سیاست خود برای همو به 10 سال ما بس است. ما خود ما یک فامیل جدا هستیم، یک خانواده جدا هستیم. اهل هنر اول لازم است که خود ما دست همدیگر را بگیریم و از همدیگر حمایت کنیم. این که نصیحت ما عزیز موقع پیر نشدیم کار نصیحت کنیم. این که آدم تجربه خود با دیگر شریک میکنه، قاضی صاحب به این معنی نیست که نصیحت کنیم. فقط تجربه خود شریک کردیم و باز اگر شما را نصیحت میدانیم صاحب بسم الله. ما جوابای شما را در مواردی که بالای شما اتهامات بود گرفتیم و حال میخواییم که ما البته شخصا این جانب قاضی القضات قضاوت را اعلان بکنه. بیننده های عزیز، شما هم منعیس شاهدین در برنامه از خانه هایتان از هر جایی که تماشا دارین دیدین. ما میخوایم بگویم که قضاوت امروزی ما کاملا عادلانه و بدون از این که از کسی جانبداری بکنم میباشد. قاضی صاحب پرتو نتیجه را که دلم هوا کردی و میخوایم بگویم که خداوند عمر و زندگیتان را که همیشه در خدمت مردم بوده دراستر و دراستر داشته باشه
و اقبال شما را بلند داشته باشد. اما قضاوت مردم و قضاوت علاقمندان و بینندگانتان او چیز است که از توان ما هم بیرون است. زنده باد. تشکر. سلامت باشین که مرا در زندان خدمت به انسان بندی کردین. تشکر. شما زنده باشین. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، هنرمند محبوب دلها، هنرمند با بزرگی بحر و بزرگی کهکشان ها که البته این چیزایی است که از طرف خودم هم او پولی که بر ما وعده کردین که چیزا را بگیم او را بعدا از شما میگیرم. او را کش نقد بتم یا چک؟ او را باید کش بتین، به خاطر هیچ کس باید نبین. خازی سی بر شبت خور بفرمایید. شما زنده باشین. تشکر یک جان داری سر عزیز از اینکه در برنامه آمدین، لطف کردین، کوچک نوازی کردین. محبت شما بود. شما بزرگ هستین قاضی القضات صاحب. ما در خدمت شما هستم. هر دفعه یک کدام تهمت داشتین مرا بخواین. شما زنده باشین. تشکر. بیننده‌های عزیز، ای بود برنامه این بار ما با هنرمند سرشناس افغانستان فرهاد دریا. آرزو دارم که طرف توجه شما قرار گرفته باشه تا برنامه های بعدی که در خدمت قرار میگیریم. اگر شما پیام کوتاهی را دارین برسانین و برنامه را هم شما خداحافظی بکنین. سلامت باشین دوستان. اگر توجه کرده باشین از آغاز برنامه تا پایانش که همین اکنون است، از من لهجه ها و صحبت ها و تون های مختلف شما شنیدین. گاهی جدی بودم، گاهی خشمگین بودم، گاهی شوخی کردم. از این حتی گاهی امو اندازه را که مردم از من به خاطرم ندارن او را ممارات نکردم، امو چیزی که هستم او را نشان دادم. چرا؟ به این دلیل که میخوایم چیزی که هستم در برابر شما باشم، چیزی که دوست دارم در برابر شما باشم و همو باشم که هستم. سلامت باشید. خدا نگهدارتان. سلامت باشید.